ابزارهای متعددی داریم که میتونیم با استفاده از اونا تحلیل نمودار رو راحت‌تر بکنیم و سیگنالگیری رو یک کار شیرین‌تر و جذاب‌تری بکنیم. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستن. اندیکاتورها یک گستره عظیمی از توابع ریاضی هستن که هر کدوم یک بخشی از نمودار رو به ما آموزش میدن. تو این ویدیو میخوایم راجع به اندیکاتورها با هم صحبت کنیم. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من معین صادقیانم و پیشتر راجع به تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و اندیکاتورها باهاتون صحبت کرده بودم. حالا بنا به درخواستی که شما داشتین، می‌خوایم هر کدوم از اندیکاتورها رو به صورت جداگانه و به صورت کامل بهتون آموزش بدیم که بعداً رفرنس داشته باشید که دونه دونه اینا رو چک کنید و از این ابزارهای قدرتمند توی تحلیلتون استفاده بکنید. همونطوری که بهتون گفتم، اندیکاتورها یه سری توابع ریاضی هستن که بعضیاشون از الگوریتم‌های هوش مصنوعی هم استفاده می‌کنن. این توابع ریاضی کاری که انجام میدن اینه که میان نمودار قیمت رو می‌گیرن یا بقیه دیتاهای از جمله حجم رو می‌گیرن، تجزیه تحلیل می‌کنن و نهایتاً به شما یه بخشی از اون نمودار رو به شکل بزرگ نمایی شده و جوری که برای ما قابل توجه باشه بهمون نشون میدن. هر کدوم از این اندیکاتورها کارکردهای جداگانه ای دارن. مثلا بعضیشون صرفا روند رو میخوان به ما نشون بدن، بعضیشون سطوح مهم پشتیبانی و پایستگی رو بهمون نشون میدن و حالا انواع دیگه اونها. خیلی هاشون هم هستن که به ما سیگنال میدن. ما همه انواع اندیکاتورها رو میخوایم توی این مجموعه ویدیوی کوتاه براتون منتشر کنیم، آموزش کاملش رو بهتون ارائه کنیم و شما این اندیکاتورها رو ببینید و ازشون نهایت بهره رو توی تحلیلتون ببرید. در ادامه ویدیو همکارم پویان طاهری از بچه‌های خیلی خوب تیم مدرسه اقتصاد معین آموزش کامل هر اندیکاتور رو بهتون ارائه میدن. درود بر شما، من پویان طاهری هستم، عضو تیم مدرسه اقتصاد معین. خیلی از شما دوستان عزیز دوره‌های آموزشی ما رو دیده بودین ولی برای تحلیل تکنیکال طریقه استفاده از اندیکاتورها رو بلد نبودین. تیم ما تصمیم گرفت دوره آموزشی کامل براتون بذاره و هر جلسه یکی از مهمترین اندیکاتورها رو به صورت کامل براتون توضیح بده. تو قسمت اول این آموزش تصمیم گرفتیم اندیکاتور مکتی رو براتون توضیحشو بدیم که یکی از اندیکاتورهای فوق‌العاده مهمه. شما هم هر اندیکاتوری که مد نظرتون رو میتونید اسمشو برای ما زیر همین ویدیو کامنت کنید تا در جلسات آتی آموزشش رو براتون بذاریم. یه چند تا نکته خیلی مهم هم هست در مورد اندیکاتورها که بهتون بگم که این اندیکاتورها کلن ابزارهای کمکی هستن و شما اگه معاملات خودتون رو فقط بخواید بر پایه اندیکاتور بذارید، اونقدری که ضرر میکنید قطعا سود نمیکنید. پس شما چند تا چیز رو در کنار هم باید در نظر بگیرید تا تحلیلتون درست از آب در بیاد، که یکی از اون چند تا چیز اندیکاتوره. پس نتیجه میگیریم اندیکاتورها فقط برای گرفتن تاییدیه‌ان و شما چند تا چیز مثلا مثل تحلیل کردن، مثل استفاده از اندیکاتورها، مثل استفاده از اخبارها، فاندها، این چیزها رو باید در کنار هم بذارید تا بتونید روند یه رمزارز رو تا حدودی به دست بیارید و بتونید با استفاده ازش خرید و فروشاتون رو انجام بدید. خب بریم سراغ نحوه کار کردن با اندیکاتور مکدی. برای اضافه کردن اندیکاتورها شما داخل تریدینگ ویو رو گزینه ایندیکیترز باید برید و هر اندیکاتوری که بخواین رو میتونید اینجا نامش رو بنویسید و ازش استفاده کنید. مثلا من مکدی رو که بنویسمش، اینجا میبینید که برای من اسم کاملش اومده و یه ستاره هم میبینید بغلشه. این ستاره رو اگه بزنید داخل قسمت فیوریتتون اد میشه و دیگه دم دستتونه. الان مثلا من اینو میخوام، این ستارهشو میزنم و دیگه هر وقت که وارد قسمت ایندیکیترز میشم داخل قسمت فیوریت برای من دیگه هستش. اندیکاتورایی که معمولا استفاده میکنید و تو این قسمت میتونید بیارید که دیگه دم دستتون باشه و سریع ازشون استفاده بکنید. پا من روی اندیکاتور مکدی کلیک میکنم و میبینید که اندیکاتور رو برای من آورد. یه نکته خیلی مهم هم بهتون بگم، آموزش کامل کار کردن با تریدینگ ویو رو ما به زودی براتون منتشر میکنیم. تمام قسمت ها و جزئیاتش رو به صورت کامل و واضح براتون توضیح میدیم که کسایی که برای تحلیل کردن از تریدینگ ویو استفاده میکنن دیگه هیچ مشکلی نداشته باشن و همه این بخش ها رو با جزئیات براتون داخلش گفتیم.
مثلا الان که داخل بخش اندیکاتورها هستیم، حالا داخل اون آموزش هم بهتون گفتیم، اینه که داخل آپدیت جدید تریدینگ ویو شما بیشتر از دوتا اندیکاتور رو نمیتونید همزمان استفاده بکنید، مگر اینکه شما برید و اکانت تریدینگ ویو رو بخرید، که حالا آموزش خرید و این چیزاش هم دوباره براتون گذاشتیم. خب پس از اینکه اندیکاتور رو واردش کردید، این صفحه رو میبندید و میبینید که اندیکاتور مکتی برای شما اینجا ظاهر شده و شما میتونید ازش استفاده کنید. حالا من یه ذره بزرگترش میکنم. خب یه نکته خیلی مهمی هم بهتون بگم که لازمه بدونید که اندیکاتور مکتی بخش عمده ایش از موویل اوریج ها درست شده، که یه نکته خیلی مهم و کلیدی میتونه براتون باشه. خب خود اندیکاتور مکتی شامل سه بخشه. یکیش این میله های هیستوگرامه که به صورت قرمز و سبز براتون نمایش داده میشه و دو تا خط روند براتون داره که یکیش آبی رنگی و یکیش نارنجی رنگی. حالا در کل اینا چی هستن؟ این میلایی که اینجا میبینید، من بزرگشم براتون بکنم، رنگ و اندازه این میلا خیلی برای ما مهمه. هرچی که این رنگا پر رنگ تر باشه و طول این میلاها بلندتر باشه، ما یه روند قوی تری داریم. حالا چه داخل این سبزا که سعودیه، چه داخل این قرمز رنگا که نزولیه. وقتی ارتفاع این میله میره بالا و رنگش هم پر رنگه، یعنی ما یه خط روند خیلی محکمی رو اینجا داشتیم. وقتی که اینجا رنگ میله ها به صورت قرمزه و هی داره رنگش پر رنگ تر میشه و ارتفاع بیشتری میگیره، یعنی هی این مسیر برایش نزولی تر بوده، تا اینجایی که دیگه کم رنگ شده و میبینید که حالا خط روند یا به صورت اینی که بازار داره درجا میزنه یا اصلا خط روند داره برمیگرده. شما ببینید اینجا که درجا زده، هی داشته قدرت خودش رو از دست میداده، هی اینجا کم رنگ تر شده و دیگه اینجا بازار سعودی شده و میبینید که رنگشون سبز شده و هرچی که هی بالاتر رفته، میبینید که ارتفاع میلا هم هی بالاتر رفته و از اینجا دیگه پررنگ هم شده. پس این چیزها رو در نظر بگیرید. دو تا خط روند هم داریم که هر کدومش یه مووینگ اوریجه. اونی که رنگش نارنجی رنگه اسمش مووینگ اوریج سیگناله، اونی هم که رنگش آبی رنگه اسمش مووینگ اوریج مکتیه. خب همونجوری که داخل تنظیمات پیشفرزش هست، اگه شما بخواید وارد تنظیمات پیشفرزش بشید، میان داخل این قسمتی که اسم اندیکاتور رو نوشته روی تنظیمات میزنید و میبینید که این تنظیمات با یه دبل کلیک براتون نمایش داده میشه. این تنظیمات تنظیمات اصلی خود اندیکاتور مکتیه و تغییرش ندید خیلی بهتره. بذاری رو همون تنظیمات اولیه که داره بمونه. مووینگ اوریج نارنجی منحنی نمای متحرک 9 روزن و اون خط مکدی تفاضل میانگین نمای متحرک 26 روزه و 12 روز است. پس اینا رو اگه تغییرشون ندید خیلی بهتره و بذارید به همون شکلی که هست استفاده کنید، که اگر که تحلیل خاصی هم جای دیدید بدونید که روی همین عددهاه، یعنی خط نارنجی رنگ و خط آبی رنگ، که این میگم تفاضلش حساب میشه که داخل خود اندیکاتور این نهفته هست و ازش استفاده میکنید. خب حالا نحوه کار کردن چجوریه؟ قطع کردن خطوط به معنی تغییر رونده. وقتی که آبی از پایین میاد و نارنجی رو قطعش میکنه، یعنی بازار میخواد به سمت یه بازار سعودی بره، و وقتی که نارنجی از پایین میاد و آبی رو قطع میکنه، یعنی بازار میخواد نزولی بشه. یعنی به زبان ساده تر، وقتی که آبی از پایین به بالا میاد بازار سعودی میشه، وقتی که آبی از بالا به پایین میاد بازار ریزشی میشه. به عنوان مثال که حالا بهتر بخواید متوجه بشید، ببینید اینجا آبی نارنجی رو پایین به بالا قطعش کرده، یعنی ما میدونیم که دیگه اینجا بازار یه روند مثبتی رو میخواد بگیره. شما نگاه بکنید داخل این قسمتی که آبی از پایین نارنجی قطع کرده، میبینید که اینجا بازار رفته بالا تا این قسمت که در نظر بگیرید که دوباره آبی اومده پایین تر، تقریبا 2.5% بازار سعودی بوده و از اینجا میبینید که بازار وقتی که رنگ نارنجی رد میکنه از آبی و آبی به قسمت پایین میاد، بازار ریزشی شده و همینجا دوباره میتونید ببینید اینجا قطعش کرده و روند بازار ریزشی شده و از همین جایی که قطعش کرده تا اینجا که دوباره اومده رسیده به هم دیگه، بازار ریزشی بوده. حالا این ریزشی به چه صورت بوده؟ من بیارم شده پایین تر. تا اینجا رو اومده، یعنی تا 4.5% تقریبا ریزش رو داشته که اینجا دوباره روند عوض شده داخل این قسمت که
روی 3.5% منفی تقریبا. حالا یه نکته خیلی مهم دیگه هم که باید بهتون بگم، ما اینجا یه سری عدد هم داریم که این خیلی میتونه براتون تاثیر مثبتی رو داخل تحلیلاتون داشته باشه. خب شما نگاه بکنید، اینجا داخل قسمت اوجش که بوده دیگه بازار اومده به سمت اینکه روند خود مثبت بشه. حالا شما از کجا میتونید اینو بفهمید؟ هم از اینجایی که طول این میله ها داره هی کم میشه، هم رنگش کم رنگ تر شده و از همه مهمتر آبی از سمت پایین اومده و نارنجی قطعش کرده اینجا. یعنی شما بدونید که این احتمال خیلی زیاد یه روند خیلی قوی مثبتی ما پیش رو داریم و شما اگر نگاه بکنید از اینجا تا اونجایی که دوباره آبی اومده پایین تر و به سمت پایین شکونده تش، ما یه مثبت خیلی خوبی داشتیم. ببینید تا اینجا ما 7% مثبت داخل بازار داشتیم و وقتی که بازار داخل اوج خودشه و از این قسمت بالا نمودار نارنجی میره بالاتر و میشکنتش و زور میشه بر خط آبی، یعنی ما میخواییم یه بازار ریزشی رو تجربه بکنیم. ببینید الان اینجا هی داره رنگا عوض میشه، ولی از اونجایی که طول میلاتون ارتفاع نمیگیره میبینید که بازار داره رنج میشه و روی این رنج هی داره میاد پایین. قیمت اینجا زیاد تغییر نمیکنه، ولی اینجا خط مکدیتون داره میاد پایین، خط سیگنالتون داره میاد پایین و چون طول میلاتون خیلی ارتفاع نداره میتونید بفهمید بازار رنجه. اگر که طول میلاتون زیاد بود مثل اینجا میتونستید بفهمید که با توجه به اینکه بالای مووینگ اوریج قرار داره و این شکست اتفاق افتاده و طول میلاتون بلنده، پس میدونی که دیگه بازار ریزشی و قرار بیادش پایین، ولی چون این اتفاق نیفتاده معلومه که بازار تو رنجه. پس این چیزها رو خیلی باید بهش اهمیت بدید و بدونید براتون مهمه تا بتونید از این اندیکاتور اون استفاده بهینه رو بکنید. پس نکاتی که خیلی براتون مهمه اینه که بدونید این خطا کجان، کدوم بالاتره، کدوم پایینتره، رنگ این میلا چه رنگیه و به صورت صعودیه یا به صورت ریزشیه. اگه بالاه هنوز داره میره بالا یا داره میاد پایین، و اگر پایینه هنوز داره میره بالا یا همونجا مونده. اینا خیلی مهمه. یه سری نکات کلیدی دیگه هم هست مثل واگرایا که اون اصلا بحثش انقدر بزرگ و عمده است که ما تصمیم گرفتیم داخل یه جلسه جداگونه اونو براتون آموزش بدیم. پس بازم میگم اگه اندیکاتور خاصی مد نظرتون هست حتما زیر همین ویدیو برای ما کامنت بکنید، ما به زودی ویدیو آموزشیش براتون قرار میدیم و به مرور زمان سعی میکنیم تمام اندیکاتورها رو و طریقه استفاده ازشون رو براتون بذاریم. خیلی ممنون که در این ویدیو هم در کنار ما بودید. با نهایت سعیم بر اینه که تمام دنیای رمزارزها رو به شما آموزش بدیم. پس تا درودی دیگر، بدرود.